درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. چند سالتون بود که فهمیدین شمر دایی حضرت عباس بوده، امام علی شوهر خواهر شمر بوده، امام حسن بابت فروختن خلافت به معاویه 60,000 درهم طلا گرفته و اینکه امام حسن 53 بار زن طلاق داده. 6 نفر از بزرگان مذهب میگن حاج خانم عایشه گفت پیغمبر فرمود مرد 40 ساله مستقیم از سینه زن شوهردار که شیر داره شیر بخوره محرم میشه. یک کانت عایشه، کانت یعنی همیشه این کارا میکرد، همسر پیغمبر است، جسارت نکردم که. میگد عایشه دوست داشت بعضی از مردا بیاد کنارش بشینن، بعضی از مردان را دوست داشت بعد از پیغمبر کرد. به خواهرش میگفت خواهر زن زبیر اسما به این مرد شیر بده از سینت تا محرمش من بشم خالش بیاد بشینه پهلو من. و اما آخوندا چه چیزهایی رو به شما نمیگن؟ یک آخوند هرگز به شما از تعداد دختران امامان و اصحاب پیامبر و نام اونها چیزی نمیگه. نمیگه که عثمان دو دختر پیامبر و علی دختر چهارم پیامبر رو به همسری گرفته. آخوند هرگز به شما نمیگه که محمد دختران ابو سفیان و ابو بکر و عمر رو به همسری گرفته. یک آخوند هرگز به شما نمیگه که علی 3 روز بعد از فوت فاطمه دختر خواهر فاطمه رو به همسری برگزید. یک آخوند هرگز به شما نمیگه که علی با دو فرزندش حسن و حسین با جناق بود. یک آخوند به شما هیچ وقت نمیگه که محمد با عروسش ازدواج کرده. یک آخوند به شما هیچ وقت نمیگه که محمد در سن 58 سالگی با عایشه 9 ساله هم بستر شده. والله العظیم گزارش صحیح نیست. امام حسین زبانش مو در آورد. این جامعه ای که در برابرش ایستاد از همون دمی که از مدینه حرکت کرد، مگر نمیگن خوند و خرج منها خائفا یترقب، یعنی از دست حکومت فرار کرد، نه اینکه قیام کرد برای اینکه علیه یزید بجنگه. حفظ امنیت خود و خاندانش رو میخواست بکنه. وقتی که داشت حرکت میکرد، وقتی که محمد ابن حنفیه میاد پیشش، همون وصیت نامه ای که انقدر بهش اصرار میکنن، تو وصیت نامه اینه: انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما ولکن می خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی علی ابن ابی طالب. تا اینجاشو میگن، اون دنبالشو نمیگن. خب اون دنبالش جز همینه: فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. من کارم امر به معروف و نهی از منکره، به مردم میگم، مردم پذیرفتن، خب پذیرفتن، نپذیرفتن صبر میکنن، من که شمشیر میکشم. منم که دارم خارج میشم میگه خب تو چرا داری از مدینه میری؟ اینجا مسقط رأس توست، اینجا قبر پدر توست، اینجا وطن توست. میگه خب من که به اراده خودم خارج نمیشم، این قوم قصد جان من رو کردن. چه من دارم میرم مکه. فان کانت بی امن اقمت بها دائما. بابا امام حسین چه جوری حرف بزنه که ما شما بفهمیم؟ اگر امنیت داشتم در مکه همیشه میمونم. توی مکه خبر میدم میخوان ترورت کنن، حریم خدا رو میخوان بشکنن. میگه جهان من ارزش این رو نداره که حریم خدا شکسته بشه، من از مکه خارج میشم. خب تو این فاصله نامه نوشتن از کوفیان که آقا اگه تو بیای اینجا ما امنیت تو حفظ میکنیم. زمان هم شاید تونستیم حاکم قرارت بدیم. امام حسین برای حکومت نمیرفت، برای این میرفت که اگر بشه اونجا امنیتش باشه، بتونه امر به معروف و نهی از منکر کنه. بعد وقتی که میخواد خارج بشه، ابن عباس میاد میگه چرا داری از اینجا میری؟ میگه بابا اینا دارن این کارا رو میکنن با من، من دارم خارج میشم، از اینجا میرم بیرون. میگه خب کجا میری؟ میگه میرم تو این رمل‌ها، تو این دره‌ها تا ببینم چه اتفاقی میفته. یک آخون هیچ وقت به شما نمیگه که محمد و امامان ده‌ها زن و کنیز و برده ایرانی و عرب داشتن. یک آخوند هیچ وقت به شما نمیگه که علی در جنگ قادسیه مشاور عمر بوده و در زمان خلافتش بارها ایرانیانی که علیه اعراب شورش کردن رو سرکوب کرده. یک آخوند هیچ وقت به شما نمیگه که علی و حسن اسم بچه هاشون رو ابوبکر، عمر و عثمان گذاشتن. یک آخون هیچ وقت روزه ابوبکر ابن علی و عمر ابن علی که در کربلا کشته شدن رو نمیخونه. یک آخون هیچ وقت به شما نمیگه که علی دخترش ام کلثوم رو به عمر داد و دختری از عمر گرفت و در واقع بین اونا عهد دامادی برقرار شد، در حالی که عمر همسن پدر بزرگ ام کلثوم بود. فکر میکنید امام حسین غیر از اونه، غیر از اون سناریو رو میخواد عمل بکنه؟ آخه ما چی داریم میگیم راجع به اینا؟ روز عاشورا به خدا من نمیدونم جواب امروز با این تفکر رایجی که ما داریم میدیم که او از اولی که از مدینه خارج شد قصدش
رفت به جنگ یزید. خب اگر اینه بابا جواب امام حسین رو شما بیاد به جای اون سپاه یزید بدید. وقتی که جلوی سپاه یزید وایساد روز عاشورا اولین سخنرانی بلندش اینه، اونجا که گفت مگه شما نامه ننوشتید، مگه شما دعوت نکردید، بعد او آخرش گفت فإن کنتم لمقدمی کارهین، اگر شما از آمدن من ناراحتید. خب اینا رو اگر نگفته بود یک نفر میتونه این کار کنه که اینا رو نگفته؟ خب اگر گفته اینا چطوری میشه با اون سناریویی که شما براش چیدید هماهنگش کرد؟ به خیال میکنن که اگر حسین بن علی مثلا میرفت توی جای امنی وظیفه شرعی خودش رو ترک میکرد. امام مجتبی در اون زمانی که حکومت رو واگذار کرد مگه وظیفه اسلامیش رو انجام نداد؟ شما معترض گفت از وظیفه تخطی کرد؟ حاضرید همچین تهمتی بزنید؟ اگر نه پس قبول کنید که امام سید الشهدا میتونست همون باشه. یک آخون هرگز به شما نمیگه که پس از مرگ ابوبکر علی یکی از زنانش رو گرفت تا بین اعراب نشان بده که خلفا هوای یکدیگر رو حتی پس از مرگ هم دارن. یک آخون به شما نمیگه که فرش بهارستان از بزرگترین غنایم قادسیه به طول 140 متر و عرض 27 متر کاملا بافته شده از ابریشم و طلا توسط علی و عمر تکه تکه شد و بین 4 قبیله بزرگ عرب تقسیم و به فروش رفت. یک آخوند از دریدن شکم زنان ایرانی باردار شده به دست مردان وحشی عرب و شرط بندی بر روی جنسیت جنین اونها و فروش زنان و دختران و کودکان ایرانی در مدینه پس از قادسیه نمیگه. یک آخوند هیچ وقت از کشتار 120 هزار نفری مردان و جوانان ایرانی که در 3 مرحله به دست خالد ابن ولید و سعد ابن ابی وقاص و عمر ابن خطاب به جرم نپذیرفتن اسلام در مدائن و مراغه و قصر شیرین گردن زده شدن چیزی به شما نمیگه. یک آخوند هرگز به شما نمیگه که خالد ابن ولید صحابه محمد پس از فتح آذرگشسب سوگند خورد که من کیسه های گندم رو از خون ایرانیان در این آسیاب آرد می کنم و از آن آرد نان پخته و می خورم و چون خون های ایرانیان دلمه می شد به ناچار از چاه آب کشیدن و در آسیاب ریختن تا همراه خون به گردش در بیاد و از این جهت خالد به سوگندش عمل کرده باشه. یک آخوند به شما نمیگه که حسن در قبال پول و ثروت قید امامت یکی از 5 رکن اسلام رو زد و اینکه یک آخوند به شما نمیگه که پس از صلح حسن و معاویه مالیات مردم نگونبخت اهواز و دارابگرد فارس به نام بیت المال مسلمین به جیب حسن و حسین رفت. یک آخوند به شما نمیگه که حسن و حسین در تجاوز اعراب به خاک ایران مخصوصاً فتح تبرستان و قتل عام زنان و مردان این خطه حضور داشتن. یک آخوند خیلی چیزها رو به شما نمیگه چون دکانش تعطیل میشه. نمیگم اینها رو منتشر کن که آینده بهتری داشته باشی، چون که تا بخوان اینا برن عمر من و تو رفته. میخوام به خاطر آینده بچه ها و آینده بچه های بچه هات منتشر کنی تا بلکه اونا بهتر از من و تو زندگی کنن. یه مسئله دیگه کم بود شجاعت. انسان میره، دیندارم هست، با عقلانیتم مشکلی نداره، میره اصلا بررسی میکنه، به حوایق میرسه، جرأت ابرازشو نداره، جرأت ابرازشو نداره. من چون راضی نیستن اسم نمیبرم، ولی چقدر عالم دیده باشم که وقتی باهاش بحث کردم، از علمایی که مشهورن، از علمایی که شماها اونها رو میشناسید، باهاشون وقتی نشستم بحث کردم دیدم که بسیاری از این حرفایی که ما میزنیم جرأت ابرازشو داریم، اونها میگن ما جلوتر از شماها بشید، اما مصلحت نیست که گفته بشه. بذارید حالا که پای مصلحت به میان آمد عرض بکنم. چشم، دیشب هم بعضی دوستان بعد از صحبت حسینیه اومدن به من گفتن، امروز هم یکی از عزیزان گفت که خب شما وقتی این مسائل رو طرح میکنید فکر نمیکنید که اینا مشکل حوزه های علمیه است، میاد اینجا توی جامعه مطرح میکنید و ذهن همه رو مشوش میکنید و مضطرب میکنید، اما چیزی هم در قبالش ندارید که به اونها بدید. افشای دروغ روحانیون شیاد شیعه توسط دکتر احمد قابل از شاگردان آیت الله حسین علی منتظری که به دست مزدوران علی خامنه ای در سال 91 کشته شد. حدود 10 سال قبل، بلکه جلوتر، حدود شاید 17 سال قبل، من روز عاشورا یه جایی یه سخنی گفتم. بختلی اونی که میگن هر راستی رو نباید گفت، یک زمانی هم براش میذارن، میگن یه زمانی باید گفت. شما میتونید من یک جدول زمانی بدید من کی بگم؟
من که هیچ وقت نباید گفت. فکر نمی کنید تو این هزار سال همیشه با همین خیرخواهی ها ما یک همچین شرطی گرفتار شدیم؟ اگر اون زمان مثلا 10 سال به خودشون مهلت میدادن بعد میگفتن، خب الان از 1000 سال 990 سال گذشته بود که حقیقت آشکار شد، اما 990 سال هم اضافه شده هم گفتن نگی. الان هم که ما نگیم، کی باید بگه؟ بعدم آرامش مبتنی بر باطل ماندگاره و اگر ماندگاره مطلوبه. من مطمئنم که سخنی که میگم استراب ایجاد میکنه تو دل خیلی ها، ادعی رو گمراه میکنه، مطمئنم ادعی رو گمراه میکنه، ولی مطمئنم دلهایی رو هم به تکان وامیداره و عقلهایی رو هم واداره به تحقیق میکنه. قرآن کریم میگه ما وقتی که مثالی رو در قرآن میزنیم، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، ادعی گمراه میشن، کثیری بسیاری گمراه میشن اما بسیاری هم هدایت میشن. اگر هدایت در کنار گمراهی بعضی ها باشه، لا عیب فیه، چاره ای نداریم. این دنیای طرح اندیشه همینه. هر وقت شما بگید این وضعیت رو داره، اینجور نیست که شما فکر کنید یک زمانی میرسیم که این مشکل برطرف میشه بعد میتونید بگید. شما تا نگید مشکل برطرف نمیشه. هر وقت بگید این مشکل هست. اگر کسی مدعی است که زمانی میرسه که مشکل نخواهد بود، بیاد این رو برای من اثبات کنه، ما رو قانع کنه، ما تابع استدلالیم. مطمئنم به شهادت تاریخ گذشته، مطمئنم که اگر امروز نگفتیم باید یک زمانی بدتر از امروز بگیم، زمانی که صدمش بیشتره. چون هرچی این ضرر رو شما ادامه بدید، وقتی که میخواید جلوشو بگیرید امکانش کمتر میشه و ضرر بیشتری باید بدید. کاش اون روز اول لااقل در ساحت اندیشه اینقدر تقیه نمیشد. که مرحوم آقای مطهری میگه وقتی که استاد ما آقای بروجردی داشت روایتی رو میخوند که متضمن تقیه امام صادق از اصحاب خودش یعنی از شیعیان بود، آهی کشید و گفت حقیقتا تقیه از خودی به مراتب بیشتر از تقیه از بیگانه است. احمد کسروی در کتاب مشروطه می نویسه که ماه محرم بود و سربازهای روسی در تبریز چوبه دار برپا کرده بودند و مشغول دار زدن آزادی خواهان بودند. ولی یک مشت آدم لات و لوت و چاقوکش و پامنبری عین خیالشون هم نبود. برای کشتار آزادی خواهان که جلوی چشمشون کشته می شدن جشن می گرفتن و برای امام حسینی که 1000 سال قبل مرده بود عزا و علم و طبق راه انداخته بودن و سینه می زدن که داد از ظلم یزید. و امروز نسل من و تو با تحریم محرم باید که این داستان رو به پایان برسونه. یک گدای بدبختی در خیابان، یک آدم بیچاره‌ای که نه آینده داره، نه تحصیل داره، نه امیدی به آینده داره، نه شغل داره، نه عرض میکنم مملکت داره، نه در مملکتش عدالت اجتماعی هست، هیچ نیست، داره گریه میکنه. میگه آقا برای چی گریه میکنی؟ گریه میکنم برای حسین سرور جواران بهشت، نمیدونم نبی رسول که مادرش فاطمه بوده، پدرش علی بوده. خب کسی اینقدر وضعش خوب بوده؟ الانم در بهشت حوری های 80 متری برازش هست. خودش هم رو واجبی کشید، گفت این حوری ها پشم و پیل ما رو دوست ندارن مطابق تاریخ طبری. اینقدر وضع این خوب هست، تو برای اون گریه میکنی؟ خب اون حسین باید برای تو بیچاره بدبخت نکبت گریه بکنه؟ شما فکرشو بکنی؟ میگن آقا این حسین سرور جوانان بهشت بوده، نوه رسول هم که هست، پدرش هم که علی، مادرش هم فاطمه، در بهشت هم هست، پیش جدش هم هست، این که گریه نداره که؟ اون باید به حال تو بیچاره بدبخت گریه کنه که هر روز اردنگی میخوری و توسری میخوری از وحشت آخوند. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.